گذشت ماه خدا و رسید عید سیام. به هر دو باد درود و به هر دو باد سلام. هزار شکر که عید سیام کرد طلوع، و هزار عیف که ماه سیام گشت تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. عزیزان و هموطنان عزیزم، عیدتان مبارک. امیدوار هستم که جور و سرمند باشین. عید پاداش افطارهای خالصانه و نیایشهای سحرانه و عید برچیدن میوه استجابت بر همه شما عزیزان مبارک و تهنیت باد. از خدای بزرگ میخواییم که جور و سرمند باشین در کنار اعضای خانواده ایتان، و حتما مهمان دارین و یا حتما به مهمانی رفتین. این روزها و خوشیها بر همه شما عزیزان مبارک باشه و تهنیت باشه. ما هم همراه شما عزیزان هستیم، ما هم مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که ما را پذیرا باشین. و اما امروز با شما عزیزان هستیم و خواهر خوبم خانم حسنزاده هم با ما هستن. ضمن سلام علیکی خدمت ایشان و خوش آمدید و تبریکی عید میخواییم که با شما گفتگو هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همه بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم که در هر کجا هستن جور و صحتمند باشن و عید سعید فطر رو هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، به خصوص ملت بزرگ و عزیزمون افغانستان، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. زنده باشین خانم حسنزاده. تشکر و سپاسگزار از شما و همه عزیزانی که همیشه همراهی کردن برنامه روشنا را، و خوش هستیم که امروز هم ما را همراهی میکنین. با وجودی که میفهمم که چقدر میمان و میمانداری دارین و رفت آمد دارین و دید و بازدید دارین، درست است خانم حسنزاده؟ بله. برای روزهای عید است و چه رسم و رسومات زیبایی داریم ما که در روزهای عید دید و بازدید داریم و صله ارحام داریم و رفت آمد داریم، و شکرگزار هستیم از خدای بزرگ که همچنین روزهای باصفایی را در اختیار ما قرار دادم. و ویژگی های عید فطر که چه ویژگی های خاص داره برای ما و شما. شبیه ترین روز به روز قیامت، روز عبرت گرفتن، روز گرفتن پاداش و اجر الهی، روز بسیار نیکویی هست. انشالله که این روز با برکت و این ایام عید فطر یک دفعه دیگه به همه شما تبریک و تهنیت میگم. و امروز میخواییم با خانم حسنزاده یک صحبت و گفتگوی بسیار خوب و دوستانه داشته باشیم نسبت به این موضوع که چه قسم بتانیم حفظ کنیم صفای باطن و نشاط را بعد از ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان یک صفای خاص داشت تمام روزها و شبهای او، و حالا که عید فطر شده و ایام عید فطر شده و بعد از ماه مبارک رمضان هستیم، چه باید بکنیم؟ چه راهکارهایی داشته باشیم که بتانیم این صفای باطن و نشاط را حتی بعد از ماه مبارک رمضان هم حفظ کنیم؟ خب خانم حسنزاده، چه باید بکنیم؟ ما واقعا علاقه من هستیم و دوست داریم که همو حال و هوایی که در ماه رمضان داشتیم، در ماه پرفضیلت و ماه رحمت داشتیم، میخواییم که همو قسم در سایر روزها هم همون گونه باشیم. بله، همونجور که شما فرمودین موضوع برنامه ما حفظ صفای باطن و نشاط بعد از ماه رمضان است. همونجور که شما فرمودین ما دستاوردهایی در ماه رمضان داشتیم، همه ما یک خوبی‌های تجربه کردیم و صفای باطنی رو در ماه رمضان ما تجربه کردیم. ولی این رو خوب است که انسان در بقیه طول زندگی خودش، در بقیه ماه‌های سال، او رو ادامه پیدا کنه و این صفای باطنی در او باشه. درسته. و به خودش باعث میشه که خود و خانواده خود رو به معنویت نزدیک و نزدیکتر کنیم. بله. همونجور که میدان ما 4 تا عید داریم در مراسمات مذهبی ما، عید فطر هست و عید قربان هست و عید قدیر هست و روز جمعه است. امام علی علیه السلام در این زمینه یک نکته بسیار جالبی رو در نهج البلاغه حکمت 428 بیان فرمودن. امام علی علیه السلام می فرمایند عید فطر عیدی است برای کسی که خداوند روزه اش را قبول کنه، نمازش را سپاس نهاده، هر روزی که در اون نافرمانی نباشه او روز
روز عید است. بله. خب باید این رو با توجه داشته باشیم که چقدر ارزشمند است روزی که ما گناه در اون نکنه. معمولا ماه رمضان ماهی بود که انسان باعث می شد که گناه رو کمتر کنه. بله. تقوای الهی رو پیشه کنه. خب این عید فطر شروع میتانیم بگیم برای زندگی معنوی انسان هست. معنوی روحی انسان است که میتانه او سیقل خورده روح انسان، گناه ها از او دور شده و وسیله شبهای احیا او توبه ها انشالله پذیرفته شده. بله. و شامل مغفرت الهی انسان قرار گرفته. یک آغاز یک زندگی، یک تولد دوباره. احسن. برای همه ما میتونه باشه. مثل همونطور که بهار درختان از او باعث میشه که گیاهان آغاز دوباره برای زندگی داشته باشن. بعد از ماه رمضان، از روز عید فطر میتونیم بگیم که یک آغاز دوباره برای انسان هست. برای انسان چقدر زیبا. یعنی همزمان ما وقتی که طبیعت فکر کنیم و بهار در نظر بگیریم، بهار برای طبیعت یک تولد دوباره است. احسن. ما هم عید فطر برای ما میتونه که شروع یک زندگی معنوی دیگه باشه. و یک روح. البته به شرطی، درست؟ به شرطی احسن. که بتونیم اون رو تداوم بتیم، مداومت کنیم و همو تمریناتی که در ایام ماه رمضان داشتیم او را ادامه بتیم. احسن. دستاوردهایی که در ماه رمضان ما داشتیم، همه دیگه توفیق قرآن خواندن در این ماه بیش از ماهای دیگه هست. خب این رو خوب انسان علاوه بر قرائت از قرآن یک مدت روزی مثلا یک ساعتی برای قرآن، همونطور که برای ماه رمضان اختصاص میداد، برای سایر ماه ها هم اختصاص بده. خصوصا علاوه بر قرائت از او تدبر در قرآن رو در نظر بگیرید. مثلا نماز اول وقت چقدر توفیق داشته که سحرها حد بیدار بشیم، علاوه بر سحرخیزی که خودش ثواب خاصی داشت، حتی مسواره شده اونایی که روزه نمیگیرن سحرهای ماه رمضان. بله. بلندشن و دعا و ذکر و مناجات خب این خودش یک ثوابی داره. خب نمازها هم در این ماه به توفیق انجام معذور در سر وقت بود. مثلا نماز صبح مطمئنا بعد از سحری بود و کسی قضا نمیشد. خب از این تداوم داشته باشه. بله. در سایر ماها. یا میتونه بگیم علاوه بر اینها مثلا تقوای الهی در این ما واقعا در انسان باعث میشد که رشد پیدا کنه. همونطور که خود انسان در برابر خوردنی آشامیدنی هایی که برای از او فراهم بود باعث میشد که خودداری کنه. خب ما میتونیم این رو بذاریم بر در دیگه ماها هم در برابر گناه و معصیت انسان باعث میشه. بعضی از افراد هستن که میگن اصلا امکان نداره که ما بتانیم خودمان را به چیزی که عادت کردیم ترک کنیم. و حفظ کنیم. خب این ما میگیم نمونه بارز از او دمای رمضان است. خب ماه رمضان یک ماهی هست که انسان در برابر خوردنی آشامیدنی ها خودش رو حفظ کرده. بله. در برابر معصیت صبر کرده و حفظ کرده. خب پس این امکان داره در بقیه ماهای سال. بله. تداوم پیدا کنه و میتونه سراسر زندگی ما رو انشاءالله جوری باشه که از گناه انسان دور باشه. حالا چقدر تعبیر زیبایی کردن ماه مبارک رمضان که میگن که تمرین ماه مبارک رمضان تمرین بندگی است، تمرین عبادت است و تقویت اراده انسان، تمرین تقویت اراده است، تمرین تزکیه نفس. یعنی چقدر مثل یک دانشگاه میمونه، مثل یک کلاس درس میمونه کل ماه مبارک رمضان. حالا خب ما ماه مبارک رمضان که خلاص شد، ولی خب کوشش کنیم که تمام این تمریناتی که ما در ماه مبارک رمضان پیش بردیم انجام دادیم اینها را ادامه بتیم. احسن. تو نشه دیگه بگیم که دیگه ماه مبارک رمضان رفت خلاص شد دیگه، قرآن در تاقچه ها مانده میشه، نمازا مالا هر وقت که شد دیگه یه قسم که شبه دیگه چی فایده از او ماه مبارک رمضانی که رفت. نعمتی که ما در ماه رمضان داریم علاوه بر این مواردی که بیان کردیم این است که یک نظمی در زندگی داریم. انسان سحر بلند میشه و با خدای خودش مناجات میکنه، نماز اول وقت، حتی برای عبادت انسان یک نظمی داره در این ماه. انسان خوب است که این بر نظم رو در سایر ماه‌ها برای عبادت اختصاص بده. بله. صرف ماه رمضان نباشه. به قول شما وقتی که نماز بود، قرآن بود، فقط صرف
ماه رمضان بله باشه، در غیر ماه اصلا قرآن اصلا تلاوت نشه، یا رفتن به مسجد رو میتونیم بگیم. خود شبای احیا یک فرصتی بود که افرادی که شاید سالها در طول سال وقت نداشتن، ولی شبای احیا به مسجد میرفتن و باعث میشد دعا و نیایش بکنن. خب این رو میتونه انسان در بقیه ماه یک برنامه ریزی بکنه. حالا هر شب نمیتونه، هفته یک بار به مسجد بره و همو در اجتماع بودن مسجد باعث میشه که انسان همدلی داشته باشه با افراد جامعه. این خودش باعث میشه که حتی کمکی کنه به خلق. ما در ماه رمضان کمک به نیازمندان خیلی الحمدلله صورت گرفت. خب این رو میتونه انسان صرف برای ماه رمضان قرار نده. الان که عید فطر شد این رو میتونه مستدام کنه برای بعد از ماه رمضان، اگه در مالش میتونه انفاق داشته کنه، باشه، انفاقش رو داشته باشه. پس این رو میتونه بگیم وسوسه های شیطانی جوری نباشه که بعد از ماه رمضان بیاد به سراغ انسان. باید انسان مراقب باشه، همونطور که انسان از یک ویروسی میکروبی باعث میشه مراقبت کنه در بدن از او وارد نشه، این شیطان رو هم باید انسان مراقب باشه که او رو وسوسه نکنه. همونطور که ماه رمضان باعث شد تقوای خودش رو، تقویت اراده، همون تمرینی که شما فرمودین انسان انجام بده، این رو در بقیه ماهای سال هم پیاده کنه و انجام بده. ما داریم که عید فطر عید بازگشت میگن. بازگشت میتونیم بگیم از گناهان، یعنی به فطرت الهی انسان باز میگرده. انسان فطرت پاک داره. احسن. تغییر رفتار و عادتهایی که خدایی نکرده قبل از ماه رمضان به اونها آلوده بوده و در ماه رمضان باعث شده که اونها از اونها توبه کنه. خب انسان خوب هسته که همون توبه خودش باشه، سر توبه خودش و بازگشت به اون گناهان نداشته باشه. خب خانم حسن‌زاده، ما میان برنامه آماده نشر داریم، تقدیم عزیزان میکنیم. بعد از میان برنامه در ادامه صحبت هستیم. واقعا لازم و ضروری هست که متوجه این موضوع باشیم حتما، که بعد از ماه مبارک رمضان هم ما باید این اخلاق معنوی و عبادت‌های خالصانه و صادقانه خود ما را حفظ کنیم. همراه ما باش. ربي سبحانك ربي كل شما روزا گرفتم یک دست نیست نکنم. الحمدلله تا حال فعلا توانستم دیگر انتظار کل روزا روزا گرفتم ان شاء الله. اول عید مبارک بر پدر خود، بعد از او مادر جان خود، بعد از او برادرای خود و بعد از او کاکای خود، ماما و عمه و دیگر اقوام. اول این عید مبارکی را خود این پدر شدیم، حال دیگر به حساب ریسپه چیدیم، مادر پدر وفاد است. اگر نه اول این عید مبارکی باید برای پدر مادر باشه. دوم که حالی مد نظر گرفتیم از همین قومی کسی که مرددار است، باید پیش از او بریم اولین عید را برای زود تبریک بگیم. دوم برای بزرگ فامیل اولین عید مبارکی را برای مادر جان و پدر جان. فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفائي وتناديني السماء. ما خوش دارم به نام خوش قومیتی اقوام یک دیگر را میبینن با هم هم صحبت بشن، چون قوم هستیم و یک دیگر را میخواییم ببینیم و راز صحبت و گفای دیگر. و یه دیگر خانه کاکا جان میرم 500 الی 1000 مرم. باید کسایی که یک ذره تو از مالی و اقتصادشان خوبتر است، کده کسایی که یک ذره تو وضعشان خوبتر نیست دستشان را بگیره و در یکان چیزی برشان کمک کنن، هم در افطاری و هم در عید. یک درسی که از ماه مبارک رمضان گرفتیم به رمضان ماه خودسازی، یک فرصت طلایی است که در طول سال یک ماهش روزه است و 11 ماهش ما به خوردن و آشامیدن نصیب. یک فرصت طلایی که هر دفعه نصیب انسان نمیشه، اونم در طول هر سال یک دفعه. ما خودسازی است، یعنی ما غیر رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشه، تنها نباشه که در فکر در وقت رمضان در فکر مردم غریب باشه. یعنی بعد از رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشیم، بعد از رمضان هم باید رفتار اخلاقی ما درست باشه، بعد از رمضان هم باید ما سر نفس خود حاکم باشیم، بعد از رمضان هم ما باید کارهای خوب کنیم. این نباشه که تنها در رمضان ما کار کنیم، بعد از رمضان هم باید همینطور انسان خوب باشیم. یعنی ما خدا کنه که ما را اصلاح کرده باشه تا برای دائم همیشه، یعنی نباشه فقط برای یک ما باشه کارهای خوب ما،
بعد رمضان هم همیشه هم تو تاخیر زندگی ره همیشه هم تو کارهای خوب کنی. رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود. کاش که پر شده باشد دلم از نور سحر، همراه روزه و افطار ثوابش نرود. عید سعید فطر مبارک. تشکر از همراهی همیشگی شما عزیزان همیشه همراه و خانواده‌های محترم و بیننده های برنامه روشنا. امیدوار هستیم که تا این لحظه از روزهای عید به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و امیدوار هستم که احساس همدردی و احساس نیکوکاری هم در این جشن عید فطر برای شما عزیزان وجود داشته باشد. بیایم جشن عید فطر خود ما را حتی جشن نیکوکاری هم بنامیم. چه خوب است که در این ایام عید فطر بیایم دست بسیاری از مظلومان، از فقیران، از یتیمان هم بگیریم. اگر رخت و لباسی برای اولادهای خود ما تهیه کردیم، بیایم برای افراد نیازمند هم نگاهی داشته باشیم با آنها و کوچکترین و کمترین توجهی هم با آنها داشته باشیم. در ادامه صحبت هستیم نسبت به همین موضوع با خانم حسنزاده عزیز، چرا که بسیار گپ مهم هست در جامعه امروزی کشور عزیز ما افغانستان. اما خانم حسنزاده، خب گفتیم که چه باید بکنیم که حفظ کنیم این صفای باطن و نشاطی که در ماه مبارک رمضان داشتیم، حالا بعد از ماه مبارک رمضان هم می‌خوایم داشته باشیم، دیگه چه راهکاری داریم؟ بله، گفتیم عید فطر بعد از یک ماه روزه‌داری و بندگی خداوند متعال ما جشن می‌گیریم. جشن می‌گیریم که بر هوای نفسمان، بر شیطان غلبه پیدا کردیم. ولی باید شیوه های حفظ ما در نظر داشته باشیم که این بتانیم باطن خودمان را همونطور که در ماه رمضان از پلیدی ها و آلودگی ها حفظ کردیم و نشاط را در روح روان ما، یک معنویتی در روح روان ما ایجاد کردیم، این در سایر ماه ها هم ادامه داشته بله. باشه. یکی از نعمت های دیگه که ما میتانیم برای حفظ این شیوه و حفظ صفای باطنی بیان کنیم این است که بسیاری از خطاها ما خودداری کردیم. درستن. و سعی کردیم که دیندار باشیم. با تقوا بودن یعنی مؤمن بودن، دیندار بودن. ایمان رو اول انسان باید در سه مرحله دینداری وجود داره، حفظ دین در سه مرحله است. درست. اول باید دین دانی باشه، ما از دین آگاهی داشته باشیم. آها. آشنایی داشته باشیم. درست. آموزه های دین رو بشناسیم به هر طریقی که برای هر فرد در توان از او میسر است. بعد از اینکه اونها رو شناختیم دیندار باشیم، باعث بشه که به اونها عمل کنیم. صرف شناخت دین هیچ ارزشی نداره. درسته. بلکه باید به اونها عمل کنیم. بعد از اون باید به اونها رو حفظ کنیم. دینبانی هست. آه. یعنی محافظت کنیم از او دین. بله. به هر طریقی که انسان میتونه باشه. یعنی این سه مورد جز وظایف اصلی هر مسلمان گفته مسلمان هست. بله. که در ماه رمضان و غیر ماه رمضان برای نشاط باطنی و صفای درونی واقعا لازم هست. حالا ممکنه بعضی از سوال کنم ما به چه شکلی بخوایم این دین داری رو محافظت کنیم؟ بله. هر کسی میتونه بگیم به هر طریقی که در وسع خودش است. اگر میتونه از وسوسه های شیطانی خودش رو محافظت کنه، زمانی که مهیا بود که دروغ بگه ولی این فرد دروغ نمیگه، خودش حفظ میکنه از گناهان، به کار میبره. اصلا مثلا جایی که میتونست او را عصبانی کردن، ناراحت شد و میخواست که ناراحتی کنه سر یکی و خودش رو، زبان خودش رو کنترل کرد و باعث شد که خود زبان خودش رو کنترل کنه و خدای نکرده نسبت به او حرف ناروای نسبت به فرد دیگه نزنه، خب این رو میتونیم بگیم کنترل زبان بیان کنه. خب و حتی کنترل های و مسائل اینا همه حفظ دین میشه. حفظ دین میشه. شیوه هایی هست که آموزهای اسلام بر او تاکید کردن. بهم. یا صبر کردن خود نمونه بارز از او هست. مراعات برادر دینی خود رو بکنه، حالا اگه بتونه پدر و مادر مراعات فرزند خود رو بکنن یا فرزند مراعات پدر و مادر خود رو بکنه و همینطور میتونه بگیم افراد جامعه مراعات هم رو بکنن، خب این یک فرد دیندار هست. دقیقا. مثلا فردی که نماز بخونه، اهل روزه است، ماه رمضان، کل ماه رمضان رو روزه گرفته ولی میخواد فقط همین روزه فقط از او گشنگی و تشنگی برای از او باقی نمانه. بله. بلکه میخواد صفای روحانی از او باقی بله. بمانه. میخواد یک قلم فراتر و بالاتر احسن. از حد گشنگی و تشنگی بره بالا. احسن. خب این خودش نیاز داره که
خودش کار کنه روی خودش. همونطور که ماه رمضان خودش رو کنترل میکرد از خوردن آشامیدن و از معصیت، بتونه در غیر ماه رمضان هم خودش رو کنترل کنه. حالا مثلا خانم حسنزاده، ما یک سری مسائل فردی داریم، درست همی که خود ما رو حفظ میکنیم از دروغ، از تهمت، از بسیاری از گناهان کبیره که وجود دارم، ما خود ما را حفظ میکنیم. حالا در ماه مبارک رمضان کوشش کردیم که کاملا به خاطر قبولی ماه رمضان و روزه ما که قبول شده، گفتیم که کاملا خود ما را کنترل میکنیم و این خوب است، یک تمرین میشه این که بتاریم وقتی که وارد ماه های دیگه شمه ما بتاریم همه قسم ادامه بتیم و خود ما را کنترل کنیم. این میشه فردی. حالا اگر بیایم بحث اجتماعی را داشته باشیم، خب بعد از ماه مبارک رمضان، حالا ما علاوه اجتماعی چه وظیفه‌ای داریم؟ در بحث اجتماع که وارد میشیم چی مباحث رو بعد در نظر بگیریم که اینها هم میتونن اتفاقا هم بحث فردی رو مکمل باشن؟ اتون نیست که مثلا بگویم که حالا که ما اجتماع رو میگیم دیگه به فرد هیچ رابطه‌ای وجود نداره و هیچ بستگی ندارم، اینا همه مکمل هم هستن، هم دیگر پوشش میدن، کاملا رابطه دو سویه نسبت به هم دارن. ما در ماه رمضان در اجتماع هم ما تاکید داشتیم که فرد در حد وسع خودش انفاق کنه، بله، به مستمندان و نیازمندان دقیقا کمک کنه. خب این کمک به مستمندان و کمک کردن جوری نباشه صرف ما به مخصوص ماه رمضان باشه. ما حتی داریم در روز عید فطر، بله، فطریه رو قرار دادن، یعنی زکات فطریه که میده، بله، یا کفاره‌ای که قرار دادن، یا صدقاتی که در این ماه قرار دادن، خودش بحث اجتماع رو مد نظر داره. یعنی فقط تنها خودت فکر نکن، بله، بلکه باعث بشه که به اجتماع خودت هم، بله، فکر بکن. اگه همسایه، البته ما داریم میگیم همسایه، منظور همون اجتماعی که در کنار از او زندگی، بله، میکنی نیازمند است، اونطور که در توان تو هسته ای زکات بالا تو بده. اگه بحث تنها زکات دادن هم خانم زوری جوری نیست که ما فقط وقتی که مال رو در نظر بگیریم و انفاق کردن، میگن زکات مال احسان و انفاق هست، ولی ما زکات های دیگه هم داریم که هر چی که این زکات ها رو بدیم باعث بشه که اونها برای ما دوام و نعمت پیدا کنه و استمرار درسته پیدا کنه. مثل زکات ما داریم زکات جمال که به وسیله عفت باید او حفظ بشه، بله، که در بسیاری از روایت ها آمده. یا زکات جاه داریم، کسی که واقعا یک مقامی داره، کاری از دست از او برمی آید، اصلاح بین افراد انجام بده، یا مثلا زمینه فراهم کنه برای ازدواج جوانا و بسیاری از کارهای دیگر که میتونه انجام بده. یا زکات علم داریم، بله، که میتونه علمش رو در حد توان نشر بده به دیگران. آموختن، مثلا میبینه بچه کودک همسایه از او واقعا از رفتن به مکتب معذور است و در توان از خودخور میبینه که به او آموزش بده. خب این زکات آموزش نتن. خب اینها همه نمونه هایی هست که ما میتونه در زکات انجام بدیم. یا زکات صحت و بدن که میتونه بگیم همو در راه خدا هزینه کردن است که یکی از اونها روزه گرفتن هست، بله، که تلاش در راه بندگی خداوند محسوب بشه. زکات قدرت رو میتونه بگیم کسی که قدرت داره انصاف بخرج بده. یا زکات شرف رو میتونه بگیم که اینها زکات هایی هست که خیلی شفاعت افراد رو انجام بده، تواضع داشته باشه. اینها از اموری است که واقعا ما باید به اون توجه کنیم. همه امور اجتماعی، امور اجتماعی ذکر میشه، امور فردی نیست. ولی همون ایثاری که انسان میکنه، گذشته که نسبت به هم نوع خودش میکنه، درستان، واقعا برای طهارت باطنی از او تاثیر داره. انسان فجوری نیست که فقط بگه من طهارت باطنی دارم، در یک گوشه میشینم به نماز و عبادت و روزه صرفا. نه، کارهای فردی در کنار کارهای اجتماعی ارزشمند هست. بله، یه دست خدا با جماعت هست، یعنی خداوند وقتی که یک بنده خودش در اجتماع و در جماعت میبینه، خب دعا میکنه، راز و نیاز میکنه، در کنار هم نوع خودش شیشته، مسلم است بیشتر میپذیره، بیشتر خوش میشه و بیشتر علاقه من هست که بنده خدا میبینه که در اجتماع عبادت میکنه، در اجتماع از خداوند حاجت میخواه، که قسم بیشتر مورد توجه خداوند است. که از سیره اولیاء و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این بود که در روز عید باعث میشد دل افرادی رو شاد کنن.
خب اینها همه نمونه های اجتماعی هست. در بحث مورد دیگه که میتانه به شیوه حفظ باطنی انسان و نشاط بعد از ماه رمضان انسان مد نظر بگیره، این است که طهارت باطنی رو ما گفتیم اولویت قرار ده. بعضی از افراد هستن فقط صرفا طهارت باطنی رو در نظر میگیرن ولی طهارت ظاهری رو در نظر نمیگیرن. ما داریم که در روز عید برای نشاط و شادابی افراد در آموزهای اسلام است که عطر استفاده کنید، باعث میشه که لباس پاکیزه بپوشید و بسیاری از کارهای دیگه که باعث زینت انسان در اون روز هست به کار ببریم. و این چقدر زیباست که در جامعه ما، البته خب همه هستن یه آداب و رسوم دارن، در کشور ما بسیار خوشایند است که میبینیم در روز عید کلگی رخت و لباسهای نو مقبول پوشیدن به عید دیدنی میرن. دخترک ها بچگک ها هر کدام لباس های نو در جانایشان است که بسیار رسم خوب است که این کودک های ما بفهمن که عید فطر چه نوع عید هست و ما در این عید قدر خوش هستیم که جشن میگیریم، رخت های نو میپوشیم. حتی ما حتی داریم... مایه شادی و نشاط انسان نشاط میشه و حتی ما داریم که خانه تکانی میکنیم ما در روز عید فطر که تمام خانه ها پاک و نظیف میشن و آمادگی میگیریم برای یک عید بزرگ و مهمانی ها و رفت آمد هایی که چقدر خوشایند هست. ما در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ائمه اطهار داریم که وقتی امام حسین علیه السلام آماده نماز می شدن، حتی برای نماز که باشه بهترین لباس خودشون رو می پوشیدن. چون علت اونها رو پرسیدن، گفتن که خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. بله. به علت این است که هر فرد زیبایی رو دوست داره. خب حالا ما این رو خانم زوری ایر در نظر میگیم، صرفا لباس تا حالا نو پوشیدن ملاک نیست، تمیز پوشیدن ملاک است. این رو سعی کنه یک مؤمن و یک متدین در طول سال این رو رعایت کنه. معمولا افرادی هستن چون در ماه رمضان میخوان تطهیر داشته باشن، بیشتر روزه میگیرن، نماز میخونن، خانه از اونها لباس از اونها تطهیر داره. ولی خارج از ماه رمضان بسیار مراعات نمی کنن گاهی اوقات متاسفانه. درسته. و این خودش یک ضعفیه برای یک مسلمان. ما در سیره ائمه اطهار داریم، در آموزه های دینی داریم که افراد باید همونطور که باطن خودشان رو رسیدگی می کنن به ظاهر خود خود رسیدگی داشته باشن. بله. بعدش حالا رسیدگی هم همیشه ما فکر می کنیم حتما باید در حد باشه که تجمل باشه. نه، از این باید دوری کنیم. رسیدگی به ظاهر هر چی به اندازه و همون حد اعتدالش دیگه، نه به حد باشه احسن. که دیگه کاملا به تجمل و چشم و همچشمی و سیال و سیالداری بپردازیم، تو نباشه بگویم که خب حالا اینا مثلا فلان خانواده تو رخت و لباس پوشیدن پس ما بریم از اون که بالاتر بپوشیم، به این گپا نباید برسه. در حد اعتدال همه چیز باشه که انشالله که از حد و حدود خودش بالاتر نره و بهترین راه و بهترین عمل همون حد اعتدال همه چیز هست. بعد از یک وقفه و میان برنامه ما را همراهی کنین. شما بیننده برنامه روشنا هستین در روز دوم عید فطر. عید صیام آمد و ماه صیام رفت، لطف تمام آمد و فیض تمام رفت. شب عید فطر و لطف خدا باز تازه شد، گرد غم گناه ز جان عوام رفت. حلول ماه عید و شادی مسلمین است، پایان ماه روزه برای صائمین است. نشاط و افتخار و شادی و سربلندی از محک الهی برای مؤمنین است. عید فطر است و دلم غرق تماشاست، عید فطر است و دلم غرق تماشاست، یاد آن ماه عزیزی که به حق اوج تمناست. سائل درگه عشقم که امید است بران، هرچه طالب شوم از او همان لحظه مهیاست. رمضان سایه مهر از سر ما می گیرد،
بال رفعت که فرو داشت فرا میگیرد، چون نگیرد دلم از رفتن ماه شب قدر که خدا سایه مهر از سر ما میگیرد. عزیزان بیننده میتونه شما با ما در ارتباط باشین، مثل همیشه نمبر واتساپی و پل ارتباطی خود ما را میگم، شما میتونین که پیام های تبریکتان همکنون با هم برای ما ارسال کنین و حتی میتونین که وایس بانین و میتونین هم در ارتباط باشین و تماس بگیرین. مثبت 964-780-255-413 نمبر ما هست. شما میتونین که پیام های تبریک، سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر صحبتی که داشته باشین ما پذیرا هستیم. و یک دفعه دیگه عید سعید فطر به همه شما عزیزان تبریک میگم و انشالله که عید پربرکت برای همه شما عزیزان باشه، عید پاداش و اجر بزرگ خداوندی برای همه شما عزیزان. در ادامه صحبت با خانم حسنزاده عزیز هستیم و صحبت‌های ما به اینجا رسید که راهکارهایی را برای حفظ صفای باطن و نشاط در بعد ماه مبارک رمضان را شما بیان کردین برای ما. انشاءالله که بتونیم تمام اینها را عمل کنیم، همه قسم تمرینی که در ماه مبارک رمضان داشتیم حال هم بتونیم اینها را تداوم بتیم، مداومت کنیم و انشاءالله که تثبیت کنیم در وجود خود ما، نهادی نکنیم اینها را در وجود خود ما که بتونیم جز رفتارهای اصلی زندگی ما شوه. انشالله با تقویت اراده خانم زوری میتونه انسان اینها را در خودمان در طول ماهای دیگه نهادینه کنه. همونطور که اراده انسان در ماه مبارک رمضان در برابر خوردن آشامیدن قوی میشه، خب در برابر گناه قوی میشه، مطمئنن این تمرین 30 روز کمک میکنه که در بقیه ماهای سال و مقدمه ای هست برای بقیه ماهای سال که در زندگی انسان باشه. ما الحمدلله در کشور عزیزمان یک عادت بسیار خوبی که داریم این است که در ایام عید و خودش باعث صفای باطنی و نشاط میشه در بین مردم، این است دید و بازدید رو داریم. بله. صله رحم رو به جا میاریم. خوشبختانه همراه خانواده خودشون افراد باعث میشه به خانه اقوام برن، بزرگترها برن و این صله رحم خودش میتونه به صفای باطنی انسان خیلی کمک کنه. بله. و متاسفانه بعضی وقتا ما از کنارگوشه ها میشنویم که افرادی هستن میگن نه، ما صله رحم با بعضی از افراد نمی کنیم به خاطری که اختلافایی داریم با درستان. یک افرادی مثلا باعث میشه که ما بگو مگوی انجام دادیم، مثلا با سخنی در کدورت هایی که از قبل داشتن و بودن، کدورت ها باعث میشه که من مثلا همراه خود برادر خو یا فلان خواهر خو رفت آمد نمی کنم و این میگم که واقعا کار بسیار ناشایسته ای هست. کسی که ماه رمضان ماه عبادت از او بوده و قرآن رو خوانده و سلوحه کارهای از او قرآنی مایه بشه، این کار واقعا در بله. اسلام و آموزه های اسلام جایی نداره. اگه خداوند میخواهیم ما رو ببخشه، خداوند در سوره نور آیه 22 میفرماین اگر میخواهی خداوند شما رو ببخشه، شما هم افرادی رو که در نسبت به شما خطایی رو انجام دادن ببخشید. بله. ولی عفو یعنی ببخش و در جوری هست که ما فکر میکنیم باید او رو جبران کنیم. متاسفانه در فکر جبران کردن از او کار بودن باعث میشه که روح انسان رو از او صفای باطنی و از او تقوای الهی دور کنه، بلکه خدای نکرده کدورت ها رو بیش از بیش بکنه. جالب اینجایی میگم علاوه بر بخشیدن که تو فرد رو میبخشی، منت هم بر اون نگذار، یعنی جوری ببخش که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی اثر نریم گله گذاری رو شروع کنیم احسن. که ها تو اتور گفتی یا اتور بود دیگه پایین قسم بود و دوباره اثر شروع نکنیم دیگه، بریم خلاص کنیم، ببخشیم و رفت آمدها و سلی ارهام اثر بگیریم که چقدر باعث افزایش رزق و روزی طول عمر، چه برکاتی داره برای ما صله رحم و دید و بازدیدهای عید فطر. و عید فطر خودش میتونه بهانه‌ای باشه برای دید و بازدیدهای سایر روزها. خانم حسنزاده، ما فقط فکر میکنیم که ایام عید بعد یکی دیگر رو ببینیم. احسن. میگم که عید به عید دیگه یکی دیگر رو میبینیم، خلاص عید میشه
میریم سلام خوب هستی عید شما تبریک، باز میریم عید دیگه سلام عید شما. قسم که نباشه، عیدها برای ما بهانه هست و یک نوع مقدمه باشه برای بازدیدهای بله. ما عیدهای دیگه وقتی که ابتدا گفتیم ما 4 تا عید داریم، یک عید دیگه هم به نام جمعه داریم. خب میتونه چون جمعه اوقات فراغت انسان بله. هست، خب میتونه به دیدن اقوام و بازدید بزرگترها و فامیل و خویشاوندان رفت و خودش باعث میشه به انسان روحیه بده، نشاط بده، همون روحیه اجتماعی وقتی در انسان تقویت بشه، گفتگویی که صورت بگیره به انسان بله. واقعا میتونه کمک بکنه. اما در مورد عفو بخشش، بعضی وقتا افرادی هستن که میگن ما به هیچ وقت هر کار میکنیم نمیتونیم ببخشیم. یعنی بخشیدن برای ما بسیار سخت است. و خب در ابتدای میگیم فإن الله غفور رحیم، وقتی که خدا به او بزرگیش بخشنده است، خب ما اینجا اصلا دیگه نمیتونیم ابراز حرف دیگه نداریم بله. خب در اینجا ما میخوام یک زندگی واقعا، چون داستان های قرآنی رو ما در ماه رمضان، همه قرآن رو کسانی بودن توفیق داشتن کل قرآن رو در این ماه مبارک رمضان تلاوت کردن، ولی در مورد عفو بخشش من در مورد یک داستان خدمت بینندگان عزیز بیان میکنم. این است که اگه فردی شما را بزند آیا او رو میبخشید؟ مطمئنن اگه فردی ما رو بزنه احسن بگن که شما رو بزنم میبخشی؟ میگه نه من زده باید جبران کنم. خب ولی ما این داستان رو نسبت به داستان حضرت یوسف میخواییم بیان کنیم. درستان. میگن اگه فردی به شما حسادت کنه زد. حسادت کنه، اولی که بزنه صدمه ای بزنه، دوم این که فردی به شما حسادت کنه آیا او رو میبخشی؟ یا میگن اگر شما رو به چاه بیاندازه، بعدش وقتی که از چاه هم بیرون میاره با نهایت بی احترامی باعث بشه که شما رو به غلامی بفروشه. ما این رو داریم در سوره یوسف آیه 20 احسن او رو به بهای ناچیز باعث شد که بفروشن، برادرانش هم بودن. خب میگن اگر کسی زندگی شما رو 40 سال از هم بپاشانه، باعث بشه که دور از پدر و خانواده زندگی کنی، کسی باعث شه که به شما تهمت اخلاقی بزنن یا کسی باعث شه شما رو به زندان بیاندازن، اگر کسی باعث شه که در پدر شما، حالا بعض وقتا ما میگیم از خود خون میگذریم ولی دیگه اینجی گذشت وجود نداره که پدر من در فراغ من 40 سال اشک ریخ و باعث شد چشمای از اون نابینا شه، دیگه از این نمیگذرم. ولی حضرت یوسف با دل بزرگشون میگن، باز هم انسان دل بزرگی حضرت یوسف داشت، در آخر بیان میکنه اگه کسی به شما تهمت دزدی بزند، خب وقتی که تهمت دزدی بزنه آیا شما میبخشید؟ خب همه اینها ما میخوایم بگیم که و خیلی از کارهای دیگه ای که برادران حضرت یوسف در حق بله، حضرت در یوسف, حق یوسف انجام دادن. ولی حضرت یوسف خیلی جالب بود، همه اینها در ذهن از او بود نسبت به برادرش، نزدیکترین فردش، ولی به داخل چاه انداختن. همه اونها یاد حضرت یوسف آمد، ولی وقتی که اونها برادران حضرت یوسف آمدن نزد یوسف، ما در سوره یوسف آیه 91 داریم که برادرانشون میگن انا کنا لخاطئین، ما از خطا کردیم در حق تو یوسف. اینجا حضرت یوسف به جایی که بگه من به از شما قصاص میکنم نسبت به کار، من از شما گله میکنم نسبت به منت به نظار با اونها، حضرت یوسف هیچ سرزنشی گفتن نسبت به شما ندارم. در آیه بعد آیه 92 میفرمایه من از شما رو میبخشم. و جالب اینجایی که علاوه بر اینکه شما رو میبخشم، دعا میکنم که خداوند هم خداوند شما رو ببخشه. شما. یعنی چقدر وسعت دل بزرگی میخواد انسان داره. داشته باشه. ولی ما در زندگی ما کوچکترین کدورتی که نسبتی که از برادر خود داریم، از خواهر خود داریم و او رو چنان کلان میکنیم که حتی فکر میکنیم که یک اتفاق افتاده نمیتونیم به سادگی ببخشیم و بگذاریم. در صورت که حضرت یوسف میگن، حضرت یوسف در آیه 92 میفرماین امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست، خدا شما را امیدوارم که ببخشد که او ارحم و رحیمین است. یعنی خداوند رو با ارحم و رحیمین خودش در نظر میگیره که برادرانشان بخشیده شوند بله. و بر او دعا میکنن. خب خوب است که ما لاغر از
درس های بزرگ قرآن داره در ماه رمضان به ما میده. لاغر یک نکته همین عفو بخشش رو اگه ما دقیقاً در زندگی خودمان پیاده کنیم، اونها الگوی ما هستن، برای خداوند اونها رو فرستاده که ما بتونیم از زندگی اونها درس بگیریم، بیاموزیم و راه زندگی خود ما رو به همون قسم پیش ببریم. حالا نمیتونیم بگوییم که شاید مثلا بگوین که بعضی از افراد بگوین که خوک پیامبر بوده، ما که نیستیم، ولی ما راه و رسم اونها را باید بپذیریم، چون اونها را خداوند برای همین برای ما فرستادن که الگوی ما باشن. احسن. تک تک داستان‌های قرآن همونطور که شما می‌فرمایید از پیامبران الگویی برای ما هستن که ما اونها رو درس بگیریم و استفاده کنیم در زندگی‌های خودمون. یک لحظه خانم از کجا؟ اثر جو. خب پیامبران خداوند برای ما به عنوان یک الگو فرستادن، به عنوان یک چراغ راهنما فرستادن که ما موظف هستیم که به زندگی اونها توجه کنیم، اونها رو به عنوان الگو بپسندیم، بپذیریم و در زندگی خود ما عمل کنیم. بله. نکته دیگه که خانم زوری در اینجا میتونیم این رو بیان کنیم این است که واقعا بعضی از افراد اگه ما اختلافی با کسی داریم به بخشش برمیگرده. اگر ما مشکلی در جامعه داریم، با همکار خود داریم، با همسایه خود داریم، باعث میشه که به بخشش برمیگرده و این خود نشاط رو در جامعه و در خانواده برای انسان ایجاد میکنه. اگه خانواده ای که میخوان از صلح و صفا و محبت برخوردار باشن، با سرلوحه کارهای خودشون رو انشالله عفو بخشش قرار بده. انشالله. تشکر و سپاسگزار از شما و شما عزیزان همیشه همراه، تشکر میکنیم، سپاسگزار هستیم. بهترین روزها رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم از خدای بزرگ. ایام عیدتان و کام. خدا نگهدار.